سرخط خبرها، جنگ شدید بر سر طالبان در داخل سازمان ملل متحد. با کشته شدن این دو فرمانده طالبان، سکوت یک ولایت رقم می خورد. امرالله صالح، شهادت مظلومانه مهدی مجاهد پیام بیدار کننده به مردم افغانستان است. نشست طالبان در ولایت قندهار آغاز شد. قتل‌های مرموز، جسد یک خانم در ولایت هرات پیدا شد. و دستور طالبان به دنبال نگرانی از ترور نیروهایشان در تجمعات اشتراک نکنید. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. قتل‌های مرموز، جسد یک خانم در ولایت هرات پیدا شد. منابع محلی در ولایت هرات میگویند که جسد یک خانم در این ولایت پیدا شده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که جسد این خانم روز چهارشنبه 26 اسد از قریه رباط در ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات پیدا شده است. منابع میگویند که این خانم ابتدا به قتل رسیده، سپس جسدش را در پلاستیک پیچاندن و در یک چقوری پرتاب کردن. یک منبع از گروه طالبان ضمن تایید این خبر میگوید که این جسد اکنون به بخش طبی شفاخانه منتقل شده و تحقیقات در مورد آن جریان دارد. تا هنوز هویت این خانم مشخص نشده و معلوم نیست که چه کسی او را کشته است. بیش از این نیز، جسد خانم در ولسوالی زندجان ولایت هرات یافت شده بود. نشست طالبان در ولایت قندهار آغاز شد. نشست طالبان با حضور سران این گروه و عالمان دین در مرکز ولایت قندهار آغاز شده است. منابع محلی در ولایت قندهار بامداد روز پنجشنبه 27 اسد میگویند که نشست طالبان در مرکز این ولایت زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است. حساب کاربری تلویزیون ملی افغانستان در تویترش که زیر اداره طالبان فعالیت دارد نیز گفته است که این نشست با حضور 3000 تن از عالمان دین و سیاستگران ظاهراً همسو با طالبان برگزار شده است. تا هنوز آجندای نشست طالبان در قندهار معلوم نیست. این نشست درست 20 روز پس از کشته شدن الزویری، رهبر شبکه القاعده در سایه سبز امنیتی کابل و 3 روز از نخستین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان برگزار شده است. سالی، شهادت مظلومانه مهدی مجاهد پیام بیدار کننده به همه مردم افغانستان است. معاون نخست رئیس جمهور فراری افغانستان کشته شدن فرمانده مخالف گروه طالبان را به دست این گروه تسلیت عرض کرد. به گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور فراری افغانستان در برگه رخنامهش نگاشته است که شهادت مظلومانه مهدی مجاهد را به خانواده، قوم و همسنگرانش تسلیت عرض می نمایم. او افزوده است که بر مبنای معلومات گروه طالبان، پس از دستگیری او را با بیرحمی و وحشت با تمام آموزه های دینی، انسانی و قوانین حقوق بشر دوستانه شکنجه و تیرباران کردن. او در ادامه نگاشته است که این رویداد نشان می دهد که طالبان پابند به هیچ نوع قانون و مقرر نیستند، بلکه این گروه جنایت پیشه بر اساس روایت و مقررات خودش و با توسل به تبعیض آشکار دست به قتل و اعدام بی‌پرسان میزند. کشتن مظلومانه مهدی مجاهد پیام بیدار کننده به همه مردم افغانستان است که گروه طالب تحمل انتقاد، پذیرش تنوع ساختاری و رنگارنگی جامعه افغانستان را ندارد، زیرا عزت افغانستان و حقوق مردمان کشور ما تنها با سرنگونی این ملیشه های جهل و نیابتی ممکن است. با مقاومت باشید.
جنگ شدید بر سر طالبان در شورای امنیت سازمان ملل. خبرنگار الجزیره در سازمان ملل به نقل از منابع در تویترش نگاشته است که شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر بر سر تمدید معافیت ممنوعیت سفر برای گروهی از مقامات طالبان در افغانستان به بن‌بست رسیده است. خبرنگار الجزیره چهارشنبه شب 26 اسد گفته است که این معافیت ها برای 13 مقام طالبان قرار است روز جمعه به پایان برسد. در بحث های شورای امنیت سازمان ملل جنجال برانگیز شده است. این ممنوعیت به علت قرار داشتن طالبان در فهرست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل بر رهبران طالبان وضع شده است. به گفته این خبرنگار، پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید این معافیت برای 90 روز دیگر توسط فرانسه و بریتانیا رد شده است. او گفته است که امریکا پیشنهاد تمدید معافیت برای 6 مقام طالبان را داده بود تا آنان فقط به قطر سفر بتوانند، جایی که مقامات امریکایی و طالبان در چند سال اخیر با هم تماس و گفتگو داشتند. اما این طرح ظاهراً از سوی چین و روسیه رد شده است. کشته شدن دو فرمانده استخبارات طالبان در ولایت فرا. جبهه آزادگان با نشر خبرنامه از کشته شدن دو تن از اعضای استخبارات گروه طالبان در ولایت فرا خبر داد. با گزارش سپوتنیک، جبهه آزادگان با نشر خبرنامه نگاشته است نیروهای جبهه آزادگان عصر روز چهارشنبه مورخ 26 اسد 14/1 دو تن از افراد استخبارات گروه تروریستی طالبان را در نزدیکی فلکه مرکز ولایت فرا در چارایی ولایت به سزای اعمالشان رساندند. این جبهه افزوده است که گروه طالبان در هیچ گوشه کشور از خشم و نفرت مردم و حملات نیروهای قهرمان جبهه آزادگان نمی توانند در امان باشند. دستور طالبان به دنبال نگرانی از ترور نیروهایشان در تجمعات اشتراک نکنید. طالبان در هرات به جنگجویان خود دستور دادند که تا برای حفظ جانشان از گشت و گذار در شهرها، رفتن به پارک‌های تفریحی و اشتراک در محافل خودداری نمایند. قول اردوی الفاروق طالبان تا یک مکتوب برای تمامی نیروهای این قول اردو هشدار داده تا از گشت و گذار دستجمعی به منظور حفظ جانشان خودداری کنند. در این مکتوب به نیروهای طالبان گوشزد شده که مخالفان آنان تصمیم دارند که منصوبان طالب را در زمانهای نامشخص عین گشت و گذار در شهرها، تفریگاه‌ها و محافل به مواد نشاور مشغول ساخته و با استفاده از این فرصت هدف قرار دهند. این دستور طالبان در حال اعلام شده است که روز گذشته سه‌شنبه 25 اسد جسد یک طالب در قریه کاریز صوفی ولسوالی گذری ولایت هرات یافت شده بود. طالبان گفته بودند که این جنگجوی طالب به شکل ظالمانه به قتل رسیده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.